با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در جای ایران و دنیا. خدمتتون بحث بنزین داره بالا میگیره و خلاصه بحث هک کردن هم مشخص شد از کجاست و آقای تو خودشون موندن دوچار چند گانگی شدن به قول معروف که این هک سفارش داشته به اسرائیل، اسرائیل اینا رو هک بکنه که اینا بنزین ندارن که بفروشن و ضمناً نوشته 138 میلیارد تومان توی رو سود کرده جمهوری اسلامی. این خیلی حرف بامزه‌ایه که چون بنزین نفروخته ضرر زیان شده بود محتوا نداره 138 میلیارد سود کرده. این سوده؟ واقعا سوده؟ این سود نشون میده مردم چنان فرض چی شده بکنه کیف کنه فرق سود ضرر رو میفهمید سودی. بله خلاص در اومده بعد تو مجلس خیلی قوقا شد خودشون، البته اونایی که ترسیدن همش ترسیدن، البته خیلی وقتی آقا چرا این کاری که تو اون کاری که شد مثلا اسرائیل میگه کار حرفا کار که انجام داده، اصلا دستور هک گرفته، پول گرفته، هک کرده با بنزین. ولی چطور شد هک شد؟ بنزین 35 هزار تومان لیتری در جایگاه به فروش میرسه. کارت 3000 تومان کجا اومد؟ خودتونید. ولی خوشم میاد. خوشحالم که این جور بی آگرو به حیثیت شده. از همه مهمتر، باز از اون ماده است که اون ابرزلتی شما رو سر کار آوردن حساب اینطور نکرده بودن که شما آدم های حریص، بدبخت، کلام های خیلی کوچولو و از اون بعدم خودتون بزرگ بدونید، یعنی چی میگن خرای زرنگ نما هستید و این خیلی خوبه برای ملت ایران، کشور ایران. هم آبرو خودتون رو بردید، هم ریشه خودتون ایران زدید، هم آبرو اون ابرزلتی بردید که شما سر کار آوردن به امید شما نشستن رو دیوار شما یادگار نوشتن. چه اتفاقات افتاد؟ دیدی؟ داری میبینید؟ خب چرخش مجلس اومده تو بدون زمین چه؟ تو زمین چرخش مجلس به نفع دولت، اختیار قیمت بنزین به دولت واگذار شده است. خیلی بامزه است، یعنی اختیار به قیمت بنزین چرخ در این قصه هستید ولی الان به آخر خط رسید. این چند روزی میگذره بعد یه دفعه میبینید که اون اتفاقات که دیفته میفته. روزنامه اطلاع در شماره روز پنجشنبه 30 آذر نسبت به آینده قیمت بنزین هشدار داد و نوشت که مجلس به شدت قبل مخالف گران کردن بنزین نیست و هر گونه تصمیم گیری در مورد بنزین و حاملای انرژی در به ضرورت واگذار شده است. بولی کلو اما قول رئیسی دمش کرد و کارش درست رئیسی نظیر نداره. رئیس مویزو آسمان محیط زیست اینا با منظم خیلی با منظم مازوت سوزی در برخی شهرها به دلیل کمبود گاز انجام می شود. عجب خب چون گفتی به آقل رئیس آزمان محیط زیست روز چهارشنبه 29 آذر تایید کرد که به دلیل آنچه مصرف بالای گاز در کشور و ناترازی ایجاد شده نامید در برخی اشهر مازوتی را انجام می شود. مبارکتون باشه. بله آقای منا شامیر باز شکرخوری کرده، من دولوپی شکرخورده. اسرائیل تا حماس را نابود نکند و همه گروگان ها آزاد نشند 90 دست بر نمی دارد. عجب تفکت هم که خیلی همیشه خیلی سر باختی. هرم لومه امیر حکمتی از داد دوزنی آمریکا بابت رسیدن درخواست قرامت 20 میلیون دلاری شکایت کرد. ببین عزیز من آقای حکمتی اون زمانی اون خسارت رو میگیرن که به نفع خود شخص هایی که شخص آمریکا خودشون باشه. توی ایرانی هست درست درست دو تا بهتی هستی که تفاک در آمریکایی هستی همین هستی ولی اینجا نیمه به نفع تو رای بدن 20 میلیون دلار به خودشون بعد میخوره بخوام به تو بدن. درستی همه؟ امیر جدید کویت از قانونگذاران دولت انتقاد کرد و خواستار پاسخگویی شد. 83 سالشه اومده سر کار و میخواد دوری برده خود دور علی گلایی برده و همه رو برده زیر سوال انتقاد کرد از حاکم قبلی از عفو عمومی که داده همین رو برده زیر سوال و خلاصه 83 سالشه دیگه. انتقاد رئیس جمهور فرانسه از صاف کردن غزه، این مبارزه با تروریست نیست. عجب تاره بوده برای زانیسا. خوش میاد شما آدم کوچولو ها، از شما آدم کوچولو ها که سر کار هستید. حالا منافع ایجاد میکنه کم کم به حزب الله چیز میکنن بس در باش.
تداوم تنش و ناامنی در دریای سرخ موجب افزایش اندک قیمت نفت شد. تمام بازی اینجا بود که الان آمدن دیگه حوثی‌ها رو پیدا کردن، میخوان کاری بکنن، کشتی از بر میرن، کاران جنس رو گرون کنن، جنس صادراتشون گرون کنن، مواد غذایشون گرون کنن، به خاطر بگن اونجا امنیت نیست، حوثی‌ها اونجا رو میزنن، با بولمنده رو میزنن، این بره میزنن، اون بره میزنن و هر کاری بخوان به اونو خواهند کرد. اون هم یه سری افراد واقعا روانی، واقعا متوهم و از اون معتاده که شما باورتون نمیشه نزدیک ببینیم حالا همشون چه یوری چه اووری فرق نمیکنه. در نتیجه الان قیمت نفت رو که بشن بالا ما رو اون طرف رو ها نه این طرف رو چون از یاد که مشکل نداره تو خرج واسه از اون میکشن بالا و کاری میخوان بکنن که همه اینا حساب کوره است و از همه مهمتر که این افول و سقوط و نابودی ابر ذلت هاست، چون دیگه به هر چی دارن چنگ میزنن، دست میزنن که حوثی ها بزنن کشتی ها رو، بعد اینا رو گرون کنن، بیمه رو گرون کنن، اون رو گرون کنن، ترانسپورت رو گرون کنن. شما دیگه ها رو خوردین سیر نشدین، با کاسه بیسی سیر نمیشید. برای اپیل اثر خودتون بکنه، بانکاتون ورشکسته است، خودتون میدونید، بورس رو که در دنیا نابود کردید، امنیت اقتصادی مردم دنیا رو گرفتید، دروغ‌گوترین در دنیا شدید، خائن‌ترین در دنیا شدید، کی میخواد تجدید نظر کنید؟ نکنید. محکوم به نابودی هستید. وقتی محکوم به نابودی هستید نابود خواهید شد، وقتی نابود شد دیگه چیزی نیست، مردم دنیا پیروز خواهند شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، افزایش غافلگیرانه ذخایر نفت خام آمریکا و افزایش بیش از حد انتظار ذخایر سوخت باعث شد که افزایش قیمت نفت در بازار اندک باشد. بله، حوثی‌ها این کارو کردن، دمشون گرم. یه آقای از من سوال کرده که راجع به کلیپ راجع به تنسوبندان که برای چاق شدن چه برنامه‌ای داری؟ همه اینا که مشکل چاقی ندارن. این دوست عزیز، بدن انسان وقتی انسان به دنیا میاد یه طبیعیه، اگر کسی چاق نشد، حتی تعدادشون خیلی کمه، 1 در 1000، اون باید تو سیستم خودش بگرده، تو سیستم بدن خودش بگرده، توی آناتومی بدن خودش بگرده، توی بحث سوخت‌ساز بدن خودش بگرده. اما اونه که تو جایی که من تجربه دارم و میتونم و باشت سرکار دارم، اکثر اینا که چاق نمیشند کسایی هستن که رژیم ناجور گرفتند، رژیم های سخت گرفتند، قسمتی که باید غذا رو جذب کنه جذب نمی کنه به خاطر مصره زیادی خوردن و اینا که لاغر بشن و این با این روش ها به جایی نمیرسه. اصلا این روشی من بودن تاثیرگذار هست، اما به شرط فرد از درون خودش سالم باشه، در درون خودش مشکل نداشته باشه و سوخت‌ساز باید تو سنجام بشه. ولی اگر مشکل داری برای چاق نشدن، برید به دکتر مراجعه کنید، حتما یه کارت اشکال داره مشکل اون حلش کنید. افشاگری بزرگ احمد توکل از ایران تو 20 سابقه در دولت رئیسی که اینو گفتم خبرش رو وارده میکنم چیزشو میگه واگذاری امتیازات واردات 13 میلیون تن کالای اساسی به یک شرکت تازه کار که حتی 1 تن هم واردات نداشته. افزایش تنش در مرزهای اسرائیل با سوریه و لبنان، اسرائیل از بمباران مرکز فرماندهی حزب الله خبر داد. یعنی یه حزب الله اومد چند کار انجام داد، خودم میگم من هستم، ولی الان اسرائیل با همین بهانه میگشت که حزب الله رو بزنه نابود کنه. البته پشت پرده با فرانسه با هم دیگه گاوبندی کردن تو قصه که این کار انجام بشه و بیان این کارو حزب الله بزنه دغدغه کنه، هم دولت لبنان خلاص بشه، هم سوریه خلاص بشه و هم اینا خلاص بشه. حزب الله محکوم به نابودی است، هیچ شکی نکنید، هیچ شکی نکنید. تازه آقای شیخ نصرالله ابای و قبای رهبری رو خودش دوخته، چطور در خواب بینم تن بدانه این ملت چوی توی آسان دو باید ساخت باستید. ریال ایران جایگاه قبلی خود را حفظ کرد، کم ارزش‌ترین و ضعیف‌ترین پول دنیا شده. وقتی روزی 500 میلیارد تومان پول چاپ بشه، نه 500 رقم مشخص نرفته، مشخصی میشه، شکی نیست در اصل یک مشت آدمی که اینجوری اصلا سرکار هستن و خدمت بزرگی به تاریخ و کشور ایران کردن برای آینده و این یعنی نجات ایران، نجات دست اون کسی که شما سرکار گذاشته ارز نکنه، دست کارتر هم درد نکنه.
خدمت بزرگی به کشور ایران کردن. حزب الله لبنان مسئولیت حمله راکتی به شمال اسرائیل رو به عهده گرفت. بارک الله به حزب الله. هم این افزایش حقوق برای چیز برای همسان سازی حالا تو بودجه آوردن، خود بودجه کسی داره 400 هزار میلیارد تومان، وقت میان مال 18% اضافه حقوق باز 60 هزار میرن توی همس توی بودجه میگنجونن، مصوبه هم تصویب میکنن، بعد تازه مجلس میاد 2% کم میکنه. 18% وقتی کارو بشه پول چاپ کنید یه ذره تورم مال 45% میشه، یعنی هیچ. ولی خب شعارش شعار جالبیه، قبلا دادن بعد با تکرار میکنه. شعار بازرسان ترجمه کنه در چند شهر ایران است، حسین حسین شعارشون، دروغ و دزدی کارشون و جنایت هم اضافه کنیم بهش. اعتبار جهانی گذرنامه ها داده های باز ایران جمهوری اسلامی در سال 96 است. بله خیلی ساده است دیگه، رشد این خیلی مسئله جالبیه که قبل از حکومت نگین چی بود، بعد توطئه جهانی علیه ایران و ملت ایران و شاه ایران چی شد. نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا، فلسطینی های آواره به کشورهای حامی حماس بروند، یا راشو میدن. حالت خوبه؟ باقی فیلم پیکه مستی؟ در پراگ پایتخت چکسلواکی متاسفانه یه جوانی که پدرش فوت کرده بوده و اصله میره توی مدرسهش و 15 نفرم میکشه، 24 نفرم زخمی و خوشم کشته میشه و این بگه نمیخوام بگم فقر فرهنگیست یا هرچی میخوام حساب بکنید، ولی خب 15 نفر از هم کلاسش کشتن و زخمی و خوشم مردن یک چیزه، یعنی یک اتفاقیست که قطعا تکرار خواهد شد، قطعا روز به روز بیشتر خواهد شد، قطعا علتش هم یه چیز هست، بازی گیم به چیزی که بیالا کردن دیگه، اصلا صده اصله هست، از اول تا آخر اصله هست و این اشباع میشه، متوهم میشه و فکر میکنه اگه به فرض کشته شد چی میشه، ریسیت میکنه خودش رو و دستان کاران این کار به تحویل بگیرن. جناب محمدی وقتی تمام کشور داره نابود میشه از نظر اقتصادی اجتماعی فرهنگی سیاسی دیگه ارتش وارد نشه به درد چی میخوره؟ عزیزان کار ارتش چیز دیگه است، کشور نابود بشه بعد نشه و این بحثا رو مغلطه نکنید، سفسطه نکنید، مملکت نابود نخواهد شد، نابود نشده چون سطحی رو نگاه نکنید، باید ریشهش نگاه، ریشهش عمیقه و یک چطور یک پاسدار میشه، راهنمای رانندگی میشه، زن میشه، رئیس مجلس بله میشه، شماها و ماها رأی دادیم بهش دوست عزیز، یاد بگیریم مشکلات یاد بگیریم که اشکالات خودمون رو بفهمیم و از خودمون انتقاد بکنیم، تعارف که نداره که، یاد بگیریم. من دو جسکان صدا صحبت خواهم کرد، چشم صحبت کردن تبعات هک جایگاه سوخت ادامه دارد، بنزین آزاد به 35000 تومان رسید. خب خدمتتون خبر زیاد هست، ولی چیزی که داره اتفاق میفته تحول داره نجات میشه، تحولی است که به طرف این میره که افرادی که در سطح دنیا افراد کوتوله که سرکار هستند اینا خود به خود که محو میشن، از بین میرن، چون دنیا غالب میشه، برای داره میشه و این تحولات خدمت وقتی حوثی ها رو بیارن از اونا کمک بخوان، عربستان بچه که نیست، درسته بچه نیست، ولی خب این چیز نیست، ولی وقتی اونا رو بخوان بیارن، یعنی این دیگه به آخر خط رسیدن، آخر تایید همه چیزشون هست که اونا رو میارن که کار انجام بدید، چی میگه؟ التماس تفکر، هرچند در شما تفکری وجود نداره غیر از بدذاتی، غیر از خرابکاری، غیر از دزدی، غیر از دروغ، غیر از جیب به هموطن خود رو زدن، غیر از ایشتو بکنه، چون از این را نون خورده تا حالا، بازش همینه، خروجش همینه، چیزی نمیتونه باشه و چه بخواید و چه نخواید محکوم به نابودی هستید. گندم روی از جوز جو خاطرتون جمع باشه، ایام بکنم روی از خوشه.